63 ساله بودند که در 28 صفر سال 11 هجری حضرت به شهادت رسیدند. تفسیر صافی، تفسیر قمی، تفسیر برهان، تفسیر نور الثقلین، تفسیر کنز الدقائق، همه آوردن اینها که اون دو زن پیغمبر ایشون مسموم کردن. سنی و شیعه نوشتن که پیغمبر کشته شده. سنن ابی داوود سجستانی داره، اون طبقات الکبرا داره، اینا هست. حالا اونها میگن که بله در قلعه خیبر یه زنی ران بزغاله پخت برای پیغمبر آورد، یک سال قبلش تقریبا. حضرت یه لقمه میل کردن، به معجز گفت که انا مسموم. البته این عرض کنم زندگی پیغمبر از ولادت تا شهادتش همش معجزه است. پر بعضی صحابه 5-6 لقمه خورده بودن کور شدن، بعضی خیلی بیشتر، اینم که آدم جلوش دمشو بگیره، بیشتر خورده بودن هم روز قالب توهی کردن و غروب نشده صدا الرحمن بلند شد. یک سال بعد میگن اثر اون سمه. خب یه جوری باید بچسبنیم قضیه رو که. اما اون عالمشون در اون کتاب طبیش 700 سال قبل تألیف شده، علف ایجا توی کیکی میاره، به علف مخصوص میرسه، کسی هم بعد نپرسه نه اسم کتابشون نه اسم علفو، میگه اینو بخوری مسمومت میکنه. بعد میگه این زوجات پختند، جوشنده درست کردن، خب اکثر خونه ها دیگه تبابت میکنن، دادن به پیغمبر، بیهوش شد حضرت، به هوش اومد، فرمود هر که تو اتاق نشسته باید بخوره جز عباس عموم. همه پشتن بابا و قمخیشا رفتن بیرون. سه روز بعد پیغمبر میگه دنیا رفت به این جوشنده. تفصیلش در کتب ماست، نه اینکه داد میزنیم میگیم رحلت جنگداز پیغمبر. سه حدیث داریم، یکیش اینه ما آمنا، ما خانواده یا مقتولیم به سیف یا به سم. حضرت زهرا سلمها هم که دیدی چجور کشتن دیگه، همه چیزش با هم بود، قلافش همچی رو نیزه و تازیانه و همه چیزش با هم بود.